فردای روشن ایران یک صدا با هم میخونیم، خواب از شب سیاه نیرنگ با صدای سبزمون میپرونیم. نامش آریا آرام نژاد است، ترانه سرا و خواننده، اهل شهر بابل در شمال ایران. هنگامی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میرحسین موسوی به شهر بابل رفت، در جمع هزاران تن از هواداران او در ورزشگاه سید رسول حسینی آهنگهای خود را خواند. آریا آرام نژاد چهره ای بود که هنوز نامش به سراسر ایران نرسیده بود، اما آهنگ های او برای انتخابات و حوادث بعد از آن نام و آوازه او را خیلی زود به سراسر ایران برد. به ویژه بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 که صدها نفر بازداشت و چند نفر کشته شدند، او با خواندن یک آهنگ اعتراضی به نام علی برخیز که در آن از مضامین مذهبی شیعه سرشار بود، توجه جوانان و افکار عمومی را به سوی خود جلب کرد. ظهور عاشورا یزید خفته دوران، ز گور کهنه اش برخاست به قصد قتل دلداران. پس از این آهنگ، ماموران امنیتی 26 بهمن ماه سال 88 با حمله به منزلش او را بازداشت کردند و دادگاه او را به 10 ماه زندان محکوم کرد. آریا آرام نژاد بعد از 44 روز تحمل سلول انفرادی با قید وثیقه آزاد شد، اما همچنان آهنگ‌های اعتراضی ساخت، اما بار دیگر بازداشت شد. عادله ضیایی همسر آریا آرام نژاد به سایت خبری کلمه میگوید آریا ساعت 2 بعد از ظهر روز 17 آبان ماه برای پیگیری پرونده‌اش به دادگاه تجدید نظر رفته بود، اما بعد از برگشت از دادگاه به محض پیاده شدن از خودروش 5 نفر جلو در ورودی ساختمان به آریا حمله میکنند و با مشت به دهانش میکوبند. همسر این هنرمند با اشاره به اینکه شوک یورش ماموران به داخل خانه برای بازرسی منزل آنقدر برایش زیاد بوده که به هنگام ورود آنان برای لحظاتی بیهوش بوده است، اما او به یاد دارد ماموران در حکمی که به دست داشتند اتهام آرام نژاد را خواننده جریان به تعبیر آنان فتنه دانسته که بعد از عاشورای سال 88 آهنگ علی برخیز را خوانده و دستگیر شده، اما بعد از آزادی به قید وثیقه به تعبیر آنان به فتنه گری ادامه داده است. آریا آرام نژاد در طول دوران آزادیش آهنگهایی برای میرحسین موسوی از رهبران معترضان و کشته شدگان پس از انتخابات همانند ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی خواند که گفته می شود همین آهنگها دلیل بازداشت مجدد او شده است. هنوزم توی روزی که ندا روی زمین افتاد، یه سبز ساده می پوشم بدون حرف و بی فریاد. هنوزم پیر مردم تو دستاشون یه دستمنده، هنوزم مادر سهرام به امید تو میخنده. عادله ضیایی همسر این هنرمند در گفتگو با سایت کلمه به خاطر بیماری قلبی ارثی آریا آرام نژاد از وضعیتش در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته ترانه‌ها و آهنگ‌های آرام نژاد چیزی غیر از صداقت محض، تعهد و بی‌تفاوت نبودن به دردهای خاموش اما بیدار مردم نیست. خودش دستات یه کاری کن که تو شاشی بزن، که پیش سجادت دوباره رو سپید باشی. بذار تسبیح و تو جیب تو پشتت گرم باتومه بزن،